در ویدیو مفصل در اینجا در رابطه به نشانه گذاری علمی و اهمیت آن وجود دارد و این را با چند مثال واضح می سازم و چیزی که می خواهم انجام دهم ده استفاده از مثال کتاب سیک دوازده داد ارگ می باشد تا که مثال بیشتری از نشانه گذاری های علمی کار کنیم پس بیایید یک چیز را انتخاب کنیم که به صورت نشانه گذاری علمی نوشته شده باشد فقط برای یادآوری نشانه گذاره های علمی مفید می باشند به خاطر که این به ما امکان بزرگ نوشتن و یا هم کوچک نوشتن اعداد را میدهد دهد برایش هایی که اول نوشتن آن و دوم فهمیدن آن برای ذهن ما آسان باشد پس بیایید که چند عدد اینجا بنویسیم لذا بیایید فرض کنیم که من سه اشاره یک سفر دو ضرب ده و توانی دو را دارم و میخواهم که این را به صورت قیمت عددی طبیعی بنویسم از قبل به صورت علمی نوشته شده است این همانند ضرب کردن چیزی توان ده می باشد پس این را چطور می نویسم؟ این تنها عددی است خب یکی راه سره دیگری هم روی شاهسته وجود دارد راه شاهسته آن که می توان گفت این است که این مشابه به 3.102 یک سفر دو ضرب صد می باشد که یعنی اگر شما 3.102 یک سفر دو را ضرب صد بکنید این سه یک صفر دو همراه با دو تا صفر در عقب آن می باشد. و بعدا ما یک دو سه عدد در عقب علامت اشاری داریم و جواب درست همین می باشد. این مساوی به ده اشاری دو می باشد. حالا روش سره این است که خوب ببینید. حالا من فقط سه پیش روی علامت اشاری دارم. از زمانی که من چیزی را ضرب ده به توان دو می کنم الزامن من خانه اشاری را دو تا به سمت راست تغییر می دهم پس سه اشاری یک سفر دو که ضرب ده به توان دو مشابه هست به اگر خانه اشاری یک را تغییر بدهم و سپس دو را به خاطری که این ده به توان دو می باشد پس این مشابه به سه سد ده اشاری دو است. پس این میتواند که روش سریان باشد هر مرتبه ای که ضرب ده می کنید شما خانه اشاری به اندازه یک به سمت راست انتقال می دهید بیایید یک مثال دیگر انجام دهیم فرض می کنیم که هفت اشاره چهار ضرب ده به توان چهار را داشتیم خب بیایید که این را با استفاده از روش سره انجام دهیم بیایید که خانه اشاری به اندازه چهار به سمت راست انتقال دهیم پس هفت چهار ضرب ده به توان چهار ضرب ده به توان یک مساوی به هفتاد و چهار می شود. بعدا ضرب ده و توان دو مساوی به هفتصد و چل می گردد. ما یک صفر در آنجا اضافه می کنیم بخاطر که ما باید اشاری را دوباره تغییر دهیم. ده به توان سه مساوی به هفت هزار و چهار ساعت خواهد شد و سپس ده به توان چهار مساوی به هفتاد چهار هزار می شود. توجه کنید من تنها این اشاری را گرفتم و بعد یک، دو، سه، چهار فاصله رفتم لذا این مساوی به هفتاد و چهار هزار است و زمانی که هفتاد و چهار داشتم و وقتی که من باید خانه اشاری را یک بیشتر به سمت راست انتقال دهم ده من باید یک سفر اینجا منویشتم من ضرب ده میکنم روشی دیگر که راجع به این میتوانم فکر کنم من ده فاصله بین عدد اصلی و اشاری نیاز دارم پس در اینجا من تنها یک فاصله دارم من به چهار فاصله نیاز دارم لذا یک دو سه چهار بیایید که یک چند مثال دیگر انجام دهیم به خاطر که مثال های بیشتر کمک میکند که موضوع را درست بفهمیم پس من یک اشاره هفت پنج ضرب ده و توانه منفی سه دارم این یک نشانه گذاری علمی می باشد و می خواهم که قیمت عددی این را بنویسم. پس زمانی که شما چیزی را ضرب توان منفی دارید ضرب ده و توان منفی شما اشاره را به سمت چپ انتقال می دهید پس این یک اشاره هفت پنج است پس اگر شما بخواهید که ضرب ده و توان منفی یک کنید یکی به چپ می روید ولی اگر ضرب ده و توان منفی دو کنید دو تا به چپ می روید و باید اینجا یک صفر بگذارید و اگر ضرب ده به توان منفی سه کنید شما سه تا و چپ میرفتید و باید که شما یک صفر دیگر اضافه می کردید. پس این اعشاری را می گیرید و به اندازه یک دو سه چهار به سمت چپ می روید. پس جواب ما صفر اشاری صفر. صفر یک هفت پنج خواهد شد که مشابه به یک اشاره هفت پنج ضرب ده و توان منفی سه می باشد. با روش دیگر که شما می توانید بررسی کنید که جواب درست را گرفته اید این است که اگر شما یک اینجا داشته باشید اگر شما یک را بشمارید یک مشمول صفرهای های سمت راست اشاری باید مشابه به توان منفی در اینجا باشد پس شما یک دو سه عدد عقب اشاری دارید عدد مشابه به 10 به توان منفی سه می باشد شما هزارم را انجام می دهید این در اینجا هزارم می باشد بیایید یک مثال دیگر انجام دهیم یک مثال متفاوت تر بیایید که چیز را انتخاب کنیم که عددی باشد علام و بعدا به صورت علامه گذاری علمی می نویسیم بیایید فرض کنیم که من 120 هزار دارم پس آن تنها قیمت عددیش است و می خواهم که این را به شکل نشانه گذاری علمی بنویسم پس این را می توانم هماننده عدد اصلی اشاری را می گیرم یک اشاری دو ضرب ده من می توانم که فقط تعداد ارقام را آنجا در رقم عدد پیشرو یا اصلی بشمارم. یک، دو، سه، چهار، پنج. پس یک اشاره دو ضرب ده و توان پنج. و اگر بخواید که دلیل صحیح بودن این را دریابید، ده به توان پنج مساوی می شود به ده به توان پنج صد هزار می شود. پس یک اشاره دو ضرب یک یک دو، سه، چهار، پنج است. شما 5 تا صفر دارید آن د۰ به توان پنج میباشد لزا یک دو ضربه ۱۰ هزار مساوی به ۱ب0 میشود این مساوات به یک صحح یک ش... بر یک ضربه ۱۰ هزار میباشد و پس ۱ب0 پس خوشبختانه این منطقی به نظر میرسد پس بیایید که یک مثال دیگر انجام دهیم بیایید فرض کنیم قیمت عددی ۱میلی۷۶۵ ۲۴چ چند است من این را به صورت نشانه گذاره علمی می که بین لذا من رقم پیش رو را میگیرم یک یک علامت اشاری میگذارم هر چیزی دیگر عقب اشاری میرود رود یک هفت شش پنج دو چهار چهار و بعد شما چی تعداد رقم در آنجا بین رقم پیش رو وجود دارد را می و به گمان من شما میتوانید که خانه اشاری اول را تصور کنید به خاطر که شما عدادی دارید که همینطور در اینجا می و میرود پس بین رقم پیش رو و علامت اشاری و شما یک دو سه چهار پنج شش رقم دارید پس این ضرب ده و توان شش می باشد و ده و توان شش معادل یک میلیون می باشد لذا این یک میلیون و هفتصد و, و پنج هزار و و چلو ضرب یک میلیون می باشد که قابل فهم می باشد حدودا یک هفت ضرب میلیون مساوی به تقریبا یک هفت میلیون می باشد این کمی بیشتر از یک هفت میلیون است لذا این قابل فهم می باشد بیایید که یکی دیگر انجام دهیم. من دوازده چگونه میتوانم که به شکل علمی بنویسم؟ عین تمرین. این مساوی به یک اشاری دو ضربه. خب ما تنها یک رقم داریم بین یک و نقطه اشاری. علامت اشاری. پس این یک اشاری دو ضربه ده به توانی یک می باشد. یا یک اشاری دو ضربه ده. که یقینا مساوی به دوازده می گردد. بیایید چند مثال انجام دهیم که ما یک ده به توانه منفی داریم پس فرض میکنیم که ما سفرشار صفر, صفر دو هشت یک داشتیم و میخواستیم که این را به صورت علمی بنویسیم پس چیزی که انجام میدهیم فقط باید فکر کنید خب که چند رقم مشمول عددی که در پیشرو قرار دارد موجود می باشد. منظورم از شمردن این است یک دو سه. پس چیزی که این می‌خواهیم انجام دهیم انتقال دادن اعشاری به اندازه 1 2 3 فاصله میباشد پس روش اولی است که شما می توانید ضرب کنید انتقال دادن اعشاری به سمت راست 3 فاصله شما میتوانید این را ضرب در ده‌توان 3 کنید اما شما اگر چیز را ضرب در ده‌توان 3 کنید شما قیمت آن را تغییر میدهید پس همچنان باید که ضرب در ده‌توان منفی 3 کنیم تنها در این روش شما قیمت را انتقال نخواهید داد درست اگر من ضرب ده به توان سه کنم ضرب ده به توان منفی سه سه منفی سه می شود صفر این تنها شکل ضرب کردن به یک را گرفت پس این مساوی به چه خواهد شد اگر من اشاره را سه خانه به سمت راست انتقال دهم ده این قسمت در اینجا مساوی به دو اشاره هشت یک خواهد شد و سپس نزدی ما این باقی می ماند ضرب توان منفی سه حالا یک راه سریعی که شما می توانید پیشنهاد کنید صبر کنید که این را بشمارم مشمول عدد پیشرو یا اصلی چند خانه یا فاصله قبل اشاری داریم یک دو سه پس این دو اشاره هشت ضرب ده به توان منفی یک دو سه خواهد شد بیایید که یکی بیشتر مثل آن را انجام دهیم کمی پایین می آوریم بیایید یکی دیگر مثل آن را انجام دهیم. فرض کنیم که من یک دو سه چهار پنج شش دارم من چند صفر در این سوال دارم خب من یک چیزی می سازم صفر دو هفت. شما می خواستید که این را به صورت نوشتاری یا نشانه گذاری علمی خب شما تمام اعداد را تا به دو می شمارید قبی اشاری پس یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت لذا این مساوی به دو اشاره هفت ضرب ده و توان منفی هشت خواهد شد. حالا بیایید یکی دیگر انجام دهیم که با قیمت نوشتار علمی شروع کنیم. و می خواهیم که به قیمت عددی برویم. بیایید که یک چیزی دیگر انجام دهیم. فرض می کنیم که دو اشاری نو ضرب ده به توان منفی پنج را داشتیم. پس روش اول که می توانیم فکر کنیم در این باره این عدد پیشرو جمع تمام سفرهای طرف چپ خانه اشاری. ما سو زیبا پنج رقم خواهد شد پس شما 1 2 و 1 9 دارید و بعدن شما 4 صفر. بیشتر نیز ای داشت 1 2 3 4 و بعدن شما اشارهی خود را خواهی داشت چگونه من 4 0 را فهمیدم به خاطر که من می شمارم. این 1 2 3 4 پنج خانه در رقه اشارهی میباشد مشموله عددی پیشرو پس این صفر اشاری صفر 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 دو نو است فقط برای اثبات موضوع تاکتیک دیگر را انجام می دهیم من چگونه به صورت نگارش یا علامت گذاری علمی بینویسم. من تمام ارقام را می نویسم. من تمام صفرهای های پیش رو عقب اشاری مشمول عدد غیر صفری پیش رو پس من یک دو سه چهار رقم دارم لذا این ده به توان منفی پنج می باشد و پس دو اشاره نه ضرب ده به توان منفی پنج خواهد شد. و یک بار دیگر این کدام رقم جادوی سیاه در اینجا نیست. این در واقع قابل فهم می باشد. اگر من می خواستم که این عدد را تا به دو اشاره نو برسانم چیز را که باید انجام می دادیم انتقال دادن اشاری به نقاط یک دو سه چهار پنج می باشد. مثل آن. و برای حاصل کردن اشاری باید به با پنج نقطه به سمت راست انتقال کنیم. بیایید که سفر 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 دو نو اگر این را ضرب ده به توان پنج کنم من همچنان مجبورم که این را ضرب ده به توان منفی کنم. پس من نمیخواهم که عدد را تغییر دهم. این یکی در اینجا به معنای ضرب کردن چیزی به یک می باشد. ده بتوان پنج ضرب ده بتوان منفی پنج مساوی به یک است. پس این یکی در اینجا لزوما اشاری را به پنج به سمت راست انتقال می دهد. یک، دو، سه، چهار، پنج. لذا این دو اشاره پنج خواهد شد و بعدا نزد ما باقی خواهد ماند. ضرب ده و توانه منفی پنج. به هر حال خوشبختانه شما نگارش علمی را چیزی مفید دریافتید؟